اعتراضات کارگران کشت و صنعت هفت تپه هفته هاست ادامه داشته. خواستهای کارگران را چه کسی و چگونه میتواند انجام دهد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. کارگران کشت و صنعت هفت تپه هفته هاست که تجمعات اعتراضی برگزار می کنند. سران معترضان بازداشت شدند و برخورد با اعتراضات صنفی کارگران امنیتی بوده. اگرچه اعتراضات منحصر به امسال نیست، بارها در طی سالیان گذشته کارگران به عدم پرداخت به موقع حقوقشان اعتراض کردند، اما این بار فراتر از درخواست دستمزدشان خواهان بازگشتن مالکیت این مجموعه به دولت هستند. خواسته ای که امید اسدبیگی، یکی از دو مالک خصوصی مجموعه، در پیام ویدیویی آن را غیر ممکن خوانده. او در اولین واکنش به ماها اعتراض کارگران گفته مجمع نمایندگان کارگران را منحل می‌کند و تهدید کرده که سندیکای کارگران هفت تپه هم تعطیل شود. اعتراضات هفت تپه در شوش محصور باقی نمانده. کارگران در کارخانه‌های دیگر هم با آنها ابراز همبستگی کردند. چرا کارخانه شکر هفت تپه از یک کارخانه سودآور تبدیل به کارخانه ضررده شد که حقوق کارکنانش را نمی‌تواند بدهد؟ آیا راه حل بازگرداندن کارخانه به دولت است؟ برای صحبت در این باره دو مهمان داریم. محمد رضا شالگونی، عضو سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر از فرانکفورت با ماست و حجت قندی، استاد اقتصاد دانشگاه واندربیلت از نشویل در ایالت تنسی آمریکا. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای شالگونی، از شما سوالات رو آغاز میکنم. به نظر شما آیا این که کارخانه دوباره به دست دولت برگرده میتونه مشکلات کارگران رو حل بکنه؟ و واقعیت اینه که در دست دولت بوده، دولت به این روز انداخته قبل از هر چیز. بعدن هم که اینو دارن هست و نیستش رو به غارت میدادن به یک آقایی که احتمالاً از دستلاش جنهای برتره دیگه. اما واقعیت اینه که دولت به این روز انداخته. باید ببینیم که دولت چه کارها کرده که به این روز انداخته. مثلا از سالهایی که شروع کردن شکر وارد کردن، در واقع اینها رو نابود کردن. مثلا به این عنوان که ما ارزونتر میتونیم مثلا شکر رو وارد بکنیم و لازم نیست که اینقدر به اصطلاح انحصار باشه، فلان باشه، بهمان باشه. و این باعث شد که کل، تنها اینجا نبود، کل در واقع تولیدات شکر در ایران به اصطلاح داغون بشه. در دوره مثلا قبل از انقلاب ایران از نظر شکر مثلا تولید قند و شکر و اینها خودکفا شده تقریبا. بعدن اینها این کارهایی رو که کردن تحت این عنوان که ارزون تر وارد میکنن، در واقع سوبسید دادن واردات و صادر کنند. واردات و صادر کنندگان یادمون باشه که همینطوری نمیتونن هر آدمی بره مثلا در واردات و صادرات فعال باشه. بایستی به یکی از این مراکز قدرت وصل بشه، بعد بتونه به اصطلاح ارز و با قیمت خاصی بگیره، با قیمت خاصی بفروشه و این داستان ها. به این روز انداختن و حالا اومدن که این نعشش مونده، چه کار بکنیم چه کار نکنیم. کارگرا راه حلی دارن، میگن را اجازه بدید که اولا به دولت برگرده و پیشنهادهایی دارن و به علاوه خیلی ها هستن که اون پیشنهادها رو تایید میکنن. من به عنوان مثال توضیح میدم، به اشاره میکنم به یه مقاله‌ای که در سایت نقد سیاسی اومده، اونا هم اقتصاددان هستن، در رابطه با اینکه درس‌های هفت تپه. میگم مثلا تعاونی‌های تولیدی درست بکنید اگر دولت واقعا چی نیستش، یا کارگرا بتونن کنترل بکنن، منتها با اصلاحات و اینهایی باید صورت بگیره. یعنی اون سیاستی رو که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، در نه تنها در خوزستان، در هیچ جای ایران هیچ کار تولیدی با صرفه نخواهد. آقای قندی، نظر شما چی هست؟ بعضی ها میگن اصلا تولید نیشکر و تولید شکر در اون منطقه به لحاظ زیست بومی، مسائل محیط زیستی، کار درستی نبوده، از آغاز درست دیده نشده و حالا هم در واقع بهتر بود اصلا کارخانه رو منحل میکردن تا اینکه به ادامه کار بده. اما از طرف دیگه خب خیلی ها مثلا میگن که این تعداد کارگر تکلیفشون چی میشه؟ خدمت رو عرض کنم که مشکل نیشکر هفت تپه مشکلات محیط زیستیشو من بهش اصلا آگاه نیستم، اما از نظر اقتصادی میتونم مسئله رو بگم. و از نظر اقتصادی اینکه نیشکر همیشه زیر سوال بوده که آیا نیشکر
محصولی هست که بشه داخل کشور تولید کرد یا نه، یعنی اصلا محیط زیست ایران یا این محیط کشاورزی که داریم آیا مناسب هست برای نیشکر یا نه. اما از نظر اقتصادی اگه بخوام دقیقا من همین عرض کردم در به لحاظ زیست محیطی همین رو میگفتم، مثلا کسانی که دغدغه زیست محیطی دارند میگن که نیشکر محصولی هست که آب فراوان میخواد و منطقه کم آبی مثل خوزستان ایران که الان مشکلات آب داره در تمام نقاطش نمیتونه آب برای تولید این رو تولید بکنه یا در اختیار داشته باشه. اون یه مشکل خیلی عمومی تر هست، مشکل فقط نیشکر نیست. آیا صرف میکنه تو کرمان مثلا پسته درست بکنیم یا نه، آیا صرف میکنه اصلا هندونه تو ایران بکاریم یا نه، همه این مسائل در مقابله با بحران آبی که داریم مطرح هست، فقط منحصر به نیشکر من فکر نمیکنم باشه. اما به نظر شما چرا اقتصادی نیست تولید نیشکر؟ اولا که مسئله اقتصاد نیشکر هر لحظه در حال تغییره. اقتصاد نیشکر پارسال یه چیزی بود، امسال یه چیزی دیگه است. فرض کنید که شما یه سال گذشته رو در نظر بگیرید، قیمت ارز 4200 تومان بوده، ارز بازار آزاد، دولت میتونسته از خارج از کشور یا هر کسی تاجری میتونستن از خارج از کشور نیشکر بخرن با دلار 4200 تومانی وارد بکنن، نیشکر هفت تپه نمیتونسته اون وقت رقابت بکنه. الان اتفاقی که افتاده اینه که ارز قیمتش رفته 14000 تومان شده، ولی دولت فقط یک کالای خاصی مخصوصا نیشکر، شکر جزء اوناست، اینا رو داره هنوز ارز 4200 تومانی میده. من میخوام مردم رو متوجه این قضیه بکنم که اون کالایی که دولت داره ارز 4200 تومانی بهشون میده، اگر امروز هم به صرفه باشه تولیدشون در داخل، مثل گندم، مثل برنج، مثل شکر، دو سال دیگه، سه سال دیگه به هیچ وجه صرفه اقتصادی نخواهد داشت که اینا رو تولید بکنید. یعنی این فقط شکر نخواهد بود که ضربه اقتصادی خواهد خورد، این گندم خواهد بود، برنج خواهد بود، همه کالایی که دولت داره ارز 4200 تومانی بهشون میده، اصلا در داخل کشور صرف نخواهد کرد اینا رو تولید بکنن. خب بحث صرف یه چیز هست آقای قندی، بحث این که به هر حال اینها محصولاتی هستند که به نوعی کالاهای اساسی محسوب میشن دیگه، یعنی دولت به نوعی سوبسید میده برای اینکه مردم بتونن اینا رو تهیه کنن. این اقتصاد این چیزا سرش نمیشه که شما میخواید مثلا یه کالایی رو به مردم سوبسید بش بدید، اون طرف به تولیدش چه اتفاق میفته. اقتصاد نمیگه که آقا خب تولیدم همون تولید خواهد بود. ببینید چرا کشاورزی مثلا در عراق نابود شد در دوره صدام حسین؟ عملا به خاطر که همین کاری که الان ما داریم میکنیم با کشاورزی، اونا این کارو میکردن. دقت بکنید که این چه اتفاقیه که داره میفته. اگر دولت ارز 4200 تومانی برای تأمین کالایی مثل شکر و برنج و گندم بده، در حقیقت دولت داره با سوبسید شکر خارجی رو میخره، ولی شکر داخلی چون قیمت شکری که دارید میخرید به ارز 4200 تومانی هست، اونا ارزش رو حتی حاضر نیست بده مثلا به نیشکر بگه که نیشکر هفت تپه بگه آقا ما اصلا به دلار میخریم ازتون. اگه اینو به دلار بخره ممکنه بعضی از مشکلات نیشکر هفت تپه حل بشه. بله من متوجه توضیحات آقای قندی هستم، ولی آقای شالگونی بحث دیگه برمیگرده به یک تئوری عمده در جمهوری اسلامی که سالها مطرح بوده، بحث خودکفایی، در این اواخر بحث اقتصاد مقاومتی. اگر قرار هست که اقتصاد مقاومتی شالوده اقتصادی ایران رو تشکیل بده، چرا به کارخونه مثلا نیشکر هفت تپه که میتونه دست کم ایران رو در شکر حالا با قیمت گرانتر خودکفا بکنه ارزش و بها داده نشد؟ چرا مثلا سوبسید لازم بهش داده نمیشه؟ چرا خصوصی شده در شرایطی که میبینیم کارگران با چنین مشکلاتی روبرو هستند؟ ببینید در ایران، در جمهوری اسلامی، در ایران اسلامی کلمات رو باید دکوده بکنیم یه مقدار. وقتی اقتصاد مقاومتی میگن، ماجرای جنگ اسلام و کفر بیشتر از اینکه بحث اقتصادی و نمیدونم مقاومت، اصلا خود کلمه اقتصاد مقاومتی یک اصطلاح مضحکه واقعا، در واقع اصلا فی نفسه متناقض، اصلا از لحاظ معنایی متناقضه. در دنیای امروز تقریبا هیچ کشوری کاملا خودکفا نمیتونه باشه. تازه همونطور که در کشور ما مثلا حتی گندم ما نمیتونیم خودکفا باشیم، خیلی روشنه، در علت این که سرزمین ما یه مختصاتی داره و یه نقاط قوتی هم داره، بایستی از اونها استفاده کرد دیگه. اصلا امکان نداره چه این چیزی اتفاق بیفته. علم اقتصاد در واقع اون موقع متولد شد که
درباره خودکفا بودن بود. یک قانون قله در انگلیس و فلان و بهمان یادتون باشه. این ماجرا اصلا اینه که حالا در دنیای امروز تقریبا هیچ کشوری از جمله مثلا کشور گردن کلفتی مثل آمریکا نمیتونه همیشه همش خودکفا باشه. با در ارتباطات بابی من معتقد بم جهانی شدن و این داستان ها به اون صورتی که پیش رفته مخالفم، ولی هیچ کشوری وجود نداره که بتونه کاملا خودکفا باشه. ولی بحث بر سر این نیست، حتی بحث بر سر یک ویژگی های اقتصاد ایران که چه ویژگی های ما داریم، چه بدبختی های باش روبرو هستیم، چه امکاناتی داریم نیست. بس بر سر اینه که در ایران همه ایشون میفرمایند که اقتصاد مثلا این چیزا حالیش نمیشه، ولی اقتصاد بالاخره با انسان روبرو هستش. در ایران کارگر معنا نداره. خب باشه، در چشت نیشکر صرف نمی کنه. کارخانه هپکو رو چرا ورشکسته کردید؟ نمیدونم فلان معدن رو چرا ورشکسته کردید؟ اصلا اینا رو ول بکنید. ببینید ما شهرهای بخش اعظم جمعیت ایران حالا شهرنشین هستن. اگر در همین رفتگرهای ما نباشند، گند و کثافت همه جا را میگیره. شهرداری های ما کارگران رفتگر رو حاضر نیست پولشون رو بده. این حقوق معوقه ای که همین الان در خود تنها مسئله نیست، ولی مسئله اول و مقدم حقوق معوقه است که پولشون رو ندادن، کار کردن ندادن. خب بگید اینجا ورشکست شده. کارگران شهرداری ها که اصلا بدون اونا نمیشه نفس کشی، شهرها رو گند میگیره، مخصوصا شهرهای بزرگ رو. خب حقوق اینا رو چرا نمیگیره؟ یعنی منظورتون این هستش که بحث حقوق کارگران هست؟ حقوق منظورم در واقع حقوق اصلا حق نداره. یادتون باشه که اصلا بحث قانون کار وقتی شروع شد همه حضرات علما و مراجع سوء هاضمه گرفتن، چه باب جعاله و اجاره و فلان و بهمان. خمینی تا اون حد جلو اومد که گفت اصلا میشه به خاطر مصلحت نظام به اصطلاح نماز و روزه رو هم تعطیل کرد، یعنی در واقع نماز و روزه رو به طور موقت تعطیل کردن. بعدن دوباره از در عقب اومد کارگر هیچ جا حقی نداره. بحث بر سر اینه. مثلا به نظر من بحث‌های تکنیکی اقتصادی در اینجا تا حدود زیادی گمراه کننده است. آقای قندی دی حدود 500 نفر یه نامه امضا کردن، اشاره کردن آقای شالگونی در آغاز بهشون. این 500 نفر خواستار این شدن که به نوعی این مشکل با دادن این سیستم هفت تپه به دست تعاونی ها شاید قابل حل باشه. حالا اگر دولت هم مستقل نتونه وارد بشه، تعاونی ها بتونن حل کنن. آیا به نظر شما راه حل مشکل تعاونی ها میتونن باشن؟ من نمیدونم. اگه ببینید مشکل هفت تپه رو من با جزئیاتش آشنا نیستم، باید اعتراف کنم به این قضیه، به دلیل اینکه جزئیات مسئله مالیش برای من روشن نیست. من هرچی سرچم کردم چیز پیدا نکردم. ولی فرض کنیم اگه مشکل مدیریت باشه، ممکنه مدیریت عوض بکنید مشکل حل بشه. این که مثلا بدید به یه تعاونی که تعاونی کارگرا باشه، شاید من یه توضیح بدم اجمالی با توجه به اینکه به هر حال تو این تحقیقاتی که من ظرف یکی دو روز گذشته در مورد اینجا کردم متوجه شدم همونطور که آقای شالگونی گفتن مشکل صنعت نیشکر هفت تپه از پیش از واگذاریش به بخش خصوصی آغاز شده بود. وقتی که واگذار شد یک کارخانه ضررده بود، در حالی که مثلا در اوایل دهه 80 کارخانه ضرردهی نبود و ازش خوب بود. وقتی که در سال 85 اومدن و به شدت از تعرفه گمرکی شکر کاستند، واردات شکر باعث ضربه خوردن به کارخانه نیشکر هفت تپه شد که شکر گرانتری تولید میکرد نسبت به شکر وارداتی، همون چیزی که شما هم توضیح دادید. اما درست. به هر حال بحث فقط بحث مالی نیست، همونطور که هر دوی آقایون هم بهش اشاره کردید، بحث یک مسئله فراتر، مسئله اجتماعی هست، مسئله زندگی نه تنها کارگران در منطقه هفت تپه، مسئله زندگی کلیت جامعه منطقه جنوب غرب ایران هست که با فقط یک کارخونه نیست، کارخانه های متعددی چنین مشکل دارن. آیا دولت نباید وارد شه به نظر شما؟ درسته. ببینید مشکل خیلی از این مشکلات حل میشه اگه کارخونه شکر هفت تپه بتونه سود بده، یعنی بتونه شکر تولید کنه، شکرشو به قیمت مناسبی بفروشه که سود بده. خیلی از این مشکلات اجتماعی هم حل میشه. بنابراین مثلا الان من به جای دولت ایران باشم، از خودم سوال میکنم که آقا من دارم دلار میدم، یه دلار میدم مثلا شکر از خارج میگیرم،
اون دلار رو تو بازار میتونم بفروشم 14,000 تومان و اون 14,000 تومان رو یعنی به یه دلار بردارم، به همون دلاری که دارم میدم به برزیل شکر بگیرم، همون دلار رو بدم به هفت تپه. آیا این مشکل حل میکنه یا نه؟ اگه این مشکل حل میکنه اصلا معنی نداره که شما به دلار 14,000 تومانی که میتونید بفروشید تو بازار وردارید شکر از برزیل بخرید، ولی به اون قیمت از شکر مشابه شکر هفت تپه نخرید. پس چرا این به هر حال یه چیزی نیستش که فقط به عقل من و شما برسه، این به نظر میاد که یک منطقی داره که به عقل احتمالاً آدمهایی که در دولت هم کارگزار هستن میرسه. چرا اونها این تصمیم نمیگیرن؟ به این دلیل که تصمیم گرفتن که قیمت بسیاری از کالاها رو در داخل کنترل کنن و فکر میکنن که میتونن این کارو بکنن بدون اینکه هزینه‌های جانبی داشته باشه و همچین اتفاقی نمیفته. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم خدمتتون و اون این که ببینید نیشکر هفت تپه اگر مشکل نقدینگی داره، تو ایران خیلی از کارخونه‌ها هستن که مشکل نقدینگی دارن، به اصطلاح مشکل نقدینگی معنیش اینه که اگر اینا بتونن پولی از بازار قرض بگیرن، منظورم بازار مالی مثلا بانک‌ها، از این پول میتونن استفاده بکنن، عملیاتشون انجام بدن، عملیاتشون سودده باشه و با اون سود اون پولو برگردونن، علاوه بر که پول کارگرشون رو میدن و پول سرمایه رو برمیگردونن. اگه مشکل این باشه دولت ممکنه بتونه مثلا یه مقداری قرض به اینا بده از طریق بانک‌ها. اگه مشکل این باشه که اینا یه مقدار بدهی دارن که اینا نمیتونن بدن، مثل مثلا مشکلی که جی ام و کرایسلر تو سال 2008 داشتن تو آمریکا، مشکل عمدهشون یه چیزی بود به اسم لگاسی کاست، یعنی اینا خزینه‌ای داشتن که این خزینه‌ها رو نمیتونستن از شرشون خلاص بشن، خزینه بازنشستگی مثلا کارگرایی که قبلا براش کار می‌کردن. اینا رفتن تو دادگاه، از بسیاری از این خزینه‌ها خلاص شدن و بعد برگشتن و از نظر مالی شرکت‌هایی شدن که میتونن رو پای خودشون وایسن. اگه اون مشکل باز راه حلش اینه که دولت بیاد بسیار از بدهی‌های اینا رو برداره کنار بذاره و کارخونه شکر رو برسونه به اون نقطه‌ای که دوباره از نظر مالی روی پای خودش میتونه وایسه. اگه هر کاری لازمه بکنه، به نظر من اولویت اونه که کارخونه شکر هفت تپه از نظر مالی به جایی برسه که بتونه خودش رو تامین بکنه، به علاوه کارخونه شکر نباید تبدیل بشه به کمیته امداد که مثلا دولت داره کمکش میکنه. آقای شالگونی، مسئله دیگه مسئله همبستگی بقیه کارگران در جاهای دیگه با کارگران هفت تپه است. اتفاقی که خیلی سال بود که خیلی از فعالان سیاسی اجتماعی میگفتن که باید بیفته، اینکه سندیکاهای کارگری با هم همبسته بشن برای اینکه بتونن کارشون رو در مقابل کارفرماها پیش ببرن. از طرف دیگه تهدید صاحب کارخانه رو داریم به تعطیل خود سندیکای هفت تپه. به نظر شما چقدر اینها مهم هست در مختصات اتفاقاتی که در مورد کارگران در امروز ایران داره میفته؟ ببینید همین نکته اصلی همینه که طرف رئیس کارخونه که تازه قاچاق بوده، اصلا فرار کرده بوده، در بزلاس مسئله ارز و اینها میگفتن پرونده اختلاس داره و اینها، اومده حالا میگه اصلا من تحمل نمی کنم، اصلا کارگر رو حق ندارم فلان ببندن، به بزلاس سندیکا درست بکنن. آیا شما قانونگذار هم هستید یا نه؟ البته در جمهوری اسلامی در اسم اتحادیه آزاده، سندیکا آزاده، ولی در عمل آزاد نیست. همین الان گفتن که اسماعیل بخشی از اون پیشروان همین کارگران هفت تپه امنیتی شده پروندهش. اصلا شما یه موردی رو پیدا بکنید که در ایران یک عده‌ای اعتصاب کنن یا حتی اعتصاب نکنن، یک حرکت بسلا بگن حقوقمون رو بیخواهیم، قضیه امنیتی نشده باشه. همه چی امنیتی هستش. آخه اینا چه کار کردن که این امنیتی شده؟ اسماعیل بخشی چرا امنیتیه؟ یا اون دختر جوان روزنامه‌نگار بیچاره که اصلا اونم گرفتن که اینم امنیتیه؟ خب تو چه کار کرده این؟ به نظر شما چرا آقای شالگونی؟ چرا امنیتیه؟ چرا همه اعتراضات صنفی در ایران به نوعی امنیتی میشه؟ دلیلش عبارت از اینه که جمهوری اسلامی اساسا نظامی هست که هر نوع تجمع مستقل، هر نوع تشکل مستقل رو تهدیدی علیه ولایت فقیه میبینه. و البته به نظر من هم اشتباه نمی کنن، اگه تشکل های مستقل به وجود بیاد اینا نمیتونن خیلی راحت سوار به اصلاح گرده مردم بشن. اصل ماجرا اینه. بنابراین مهم نیست که اصلا معلم ها چرا امنیتیه، چرا این همه معلم رو که انصافا هیچ کاری هم نکردن، نگاه بکنید جز چیزهای صنفی و اینها چیز دیگری نمیخوان. حالا هفت تپه به قول آقای قندی
صرف نه ممکنه بکنه یا نکنه. ولی خب معلما نظام آموزش تقریبا در همه کشورهای دنیا اونقدر چیز عظیم و حیاتی هست که هیچ دولتی نمیتونه بذاره اون در دست بخش خصوصی کاملا باشه. مثلا فکرشو بکنید که اونایی که دیگه اصلا مخالفه، مثلا ترامپ بیاد صحبت میکنه میگه اصلا سوسیالیسم، مثل اینکه اصلا داره از هیتلر صحبت میکنه دیگه، اصلا دیدید در سازمان ملل صحبت میکنه. ولی حتی اونجا هم مجبورن که به بچه ها، به جوانان و اینها یک چیزی بدن که با تحصیل بکنن. آموزش و اینها یک چیزیه که نمیشه تعطیل کرد، همونطور که اشاره کردم رفتگری هم همینطوریه، نمیشه تعطیل کرد. خب چرا اینها رو حقشون رو نمیدن؟ بله. اما در مورد بحث واگذاری این کارخونه به این افراد، به بخش خصوصی، خب انتقادات گسترده بوده آقای قندی. مثلا اینکه این کارخونه رو، درسته که یک کارخونه بوده که ضررده بوده، اما مثلا با 6 میلیارد تومان ظاهرا واگذار شده به عنوان بیعانه و مشخص هست که به هر حال هنوز این کار صاحبان جدید باید مبالغ دیگری رو به سازمان خصوصی سازی پرداخت بکنن، هنوز خیلی از بدهی هاشون پرداخت نشده. فکر میکنید چرا علارغم اینکه مشخص هست که دولت هم پول زیادی دریافت نکرده برای واگذاری این کارخانه، علاقمند بوده به این کار؟ به خصوصی سازی منظورتونه؟ به این که بله، با این شکل، به این شکلی که همه بهش معترضن، میگن که خب این حتی پولی که برای این کارخونه، میگن اراضی که الان اونجا این کارخونه در اختیار داره ارزشش خیلی بیشتر از این هاست، ولی این کارخونه با این مبلغ واگذار شده. بسیار عالی. اگه من دولت باشم کارخونه ای دارم که مدام داره ضرر میده، کسی اگه به ارزش 1 تومن این کارخونه رو از من بخواد بخره بهش میدم. خب ولی شما خودتون در سوال قبلی گفتید که دولت میتونه کاری بکنه که این کارخونه ضررده نباشه. دولت میتونه کاری که بکنه اینه که اولویت نده به شکری که از برزیل میخره تا شکری که از ایران میخره. اون کارو باید بکنه. یعنی از نظر اقتصاد بازار آزاد معنی نداره که شما، مخصوصا این سیاست اصلا معنی نداره که شما شکر رو با دلار 14000 تومانی که میتونی تو بازار بفروشی از چیز بخری، از برزیل بخری، ولی عملا قیمتی که داری به شکر داخلی میدی دلار 4200 تومانیه. یعنی میدونید که دارم چی میگم؟ یعنی عملا داری به قیمت بسیار گران سوبسید رو به وارد کننده میدید به جای اینکه به تولید کننده شکر بدید. اون سیاست دولته. ولی اگه من یه کارخونه‌ای داشته باشم، من دولت ایران باشم، یه کارخونه‌ای داشته باشم که ضرر میده، حتما میدم بخش خصوصی. چرا نگرش بدارم که مدام ضرر بدم؟ پول ملت رو دارم بالاخره به این کارخونه میدم. ولی اون که حالا مالک کارخونه دولت باشه یا مالکش بخش خصوصی باشه، کارخونه باید سودده بشه. اگر واقعا ارزش زمین‌های این کارخونه بیشتر از خیلی زیاد هست، بیشتر از سودیه که انتظار دارید این کارخونه بسازه در آینده، من اصلا معنی داره که زمیناشو بفروشید، حداقل پول کارگرا رو بدید، یه جور بازخریدشون کنید برن کنار، بلا این داستان سال دیگه و سال بعدش هم ادامه خواهد داشت. مسئله خیلی ساده بیزینسی هست. اگر دولت میخواد که کارخونه حتما سر جاش باشه، بعد هزینه بده. بالاخره اگه کارخونه خصوصی هست الان و کارخونه ورشکسته است، عملا معنیش اینه که این بخش خصوصیه دیگه علاقمند نباید باشه که مالکیتش نگه داره. من نمیدونم قضیه چیه. اگه علاقمند نیست مالکیتش نگه داره، دولت میتونه تیک اوور بکنه، زمیناش بفروشه، مثلا پول کارگراشو بده یه جوری. جالب هست که اینو اشاره کردید، برای اینکه بله رئیس کارخونه گفته نه این کارخونه رو ما نگه میداریم و دولت هم واگذار نمی‌کنیم. آقای شالگونی بحث دیگه، من خیلی ممکنه آقای شالگونی، من فقط میخوام شما در حد یه دقیقه جنبندی برای ما بکنید. به هر حال این اولین کارخونه در جهان نیست که با مشکلات اینجوری روبروه، خیلی از کشورهای دیگه هم داشتن مشکلات این چنینی. چه راههایی وجود داره؟ مثلا اشاره کردن به اینکه بازخرید کنن کارگران. به هر حال تعداد زیادی از کارگران اونجا مشکل عمده دارن با دریافت حقوق و مزایای ماهیانه‌شون. راهکاری که باید باشه چیه؟ اولا که بازخرید که مشکل رو حل نمی‌کنه. مسئله اینه که بخش اقتصاد تولیدی ما باید داشته باشیم یا نه. هر جا ببینید، نگاه بکنید، در ایران کشور پهناوری دیگه، همه جا ورشکسته دارن میشن شرکت‌ها. با بازخرید که مشکل رو نمیشه حل کرد. که ببینید 23000 هکتار زمین داره این هفت تپه، شیش، همون چه شما گفتید 6 میلیارد تومان خریدن اینا هستن، یک صدومش رو حالاتی هستش، هستن پول دادن و اینا، بعدم میگه که اصلا ما صاحبش هستیم و اینا. حالا به قول شما، من اتهام متهم نمی کنم از همین الان، ولی
شما برید اصلا پیدا بکنید چینو چطوری، هر آدمی مثلا شما هم خودتونم میتونستید برید بخرید چه چیزی رو، مسلمه جزدم به شما نمیدادم. مسئله به عبارت از اینه که من مثالی رو که میزنم معلم ها و همین کارگر رفتگر ها رو بزنید، اونها که لازم هست حتما و بایستی معلم باشه، مهم نیست صرف میکنه یا نه. اقتصاد در فضای بین سیارات نیست، اقتصاد برای اداره امور جامعه هستش. چطور ممکنه که شما حقوق اینها رو پرداخت نکنید؟ چقدر کارگران رفتگر ما چه فقانشون با آسمان رفته. معلم ها میبینید که یکی از مسائل متاسفانه وقتمون همینجا تموم میشه. ممنونم از شما آقای شالگونی و آقای قندی، ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه ما بودید. قبل از پایان این برنامه ضروریه که درباره یک سوال در برنامه پیشین درباره قتل‌های زنجیره‌ای توضیح بدم. در برنامه قبل یک سوال من درباره قتل دگراندیشان با سوء تفاهم همراه بود. قصد من به هیچ عنوان تطهیر یا عادی سازی کشتن مخالفان توسط سیستم امنیتی ایران یا هیچ کشور دیگه‌ای نبود. محتوای مجموعه برنامه و سوال و جواب‌های مطرح شده در اون این رو به خوبی نشون میده. قصدم صرفاً این بود که بپرسم این کار با توجه به سابقه اون چرا باید تعجب آور باشه. متاسفانه این سوال درست ادا نشد. من همینجا از همه بازماندگان قتل‌های امنیتی که ممکنه از این سوال من رنجیده باشن عذرخواهی می‌کنم. باز هم از توجه و اعتماد شما ممنونم. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.